یک صبح وقت در درون همین دفتر کوچک جلسه و تصامیم کاریش را میگیرد. یک کنفرانس دو روزه میگیرن امی خواستای خود. سیاستمدار زنی که نهاد خانه آسیا او را به دلیل فعالیت در راستای حمایت از حقوق زنان و کودکان، نقش سیاسیش در روند صلح و تنوع و توسعه پایدار برنده جایزه اعلام کرده است. در این جایزه بر علاوه ارزش معنوی و قدردانی که از زنان افغانستان صورت گرفته و میگیره و شناسایی که صورت گرفته، یک مقدار پول بسیار ناچیز و کمی که است، ما او را تصمیم دارم که برای بورسیه ها برای زن دختران در پانتونای کابل، پانتونای مختلف در داخل افغانستان کمک کنم. امی طبیعت گفتگوهای صلح تنوعی که او در میز مذاکره با طالبان به دفاع از آن قرار دارد. او همچنان از جمله چهار زنی است که در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح رو در رو با طالبان از جمهوریت دفاع می کند. طالبان از 20 سال تحولات اخیر افغانستان دور بودند و اونا هنوز به این تحولات و به این تنوع و کثرت‌گرایی افغانستان معتقد نشدند. و یکی از چالش های خود بود که در میز مذاکره ما با او مواجه هستیم، هم از لحاظ دیدشان نسبت به زنان و هم از لحاظ دیدشان نسبت به اقشار سایر اقشار جامعه با ویژه تفاوت‌های مذهبی. اکنون هم سرگرم مشوره با زنان، دختران و پسران است تا به گفته خودش در دور دوم مذاکرات با طالبان با دید روشن برود. ما بتانیم که امی سهم که فعلا خانم ها دارن در دولت، در حکومت، در نوآوری، تنوع، در هر چیز باید امی حفظ شود. 52 تن برای این جایزه نامزد بودند، اما به شمول فوزیه کوفی از افغانستان 3 تن دیگر نیز در بخش فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و کارآفرینی و آموزش از این نهاد جایزه دریافت کردند.